من تصور میکنم که دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده در ارزیابی خودشون برای تعیین قصد و نیت واقعی حکومت ایران به اشتباه دچار شدن. من دست کم 4 یا 5 دلیل رو میتونم بیارم که حمله حکومت ایران یا به وقوع نخواهد پیوست و یا اگر به وقوع پیونده در آینده بسیار نزدیک نخواهد بود و ماهیت و کیفیتش رو هم من نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی امکان این که یک دفعه 100 تا موشک بالیستیک یا کروز رو همراه با صدها پهپاد به سوی اسرائیل پرواز بدن به نظر من بسیار ضعیفه. علت این که من به این ارزیابی میرسم، اولا واکنش قاطعانه ایالات متحده که نه فقط پرزیدنت بایدن و دیگر سران ایالات متحده گفتند که ما قاطعانه از اسرائیل دفاع خواهیم کرد. البته ممکنه بگن که اگر واقعا آمریکا نگران نباشه پس برای چی پرزیدنت بایدن امشب به کاخ سفید برمیگرده و این در حالی که آخر هفته رو میتونه در خارج از کاخ سفید بگذرونه. دلیل دومی که به نظر من امکان حمله رو تضعیف میکنه یا به تعویق میاندازه واکنش بین المللی هست. همین که به کشتی ها ببخشید هواپیماهای شرکت های هواپیمایی یکی پس از دیگری میآیند و میگویند که ما پروازهامون رو به ایران متوقف میکنیم حداقل به طور موقت. احتمال امکان دیگر این است که ایالات متحده به حرف اکتفا نکرده بلکه ناوگان دریایی میفرسته. البته کشورهای عرب حوزه خلیج فارس گفتند که ما اجازه نخواهیم داد که ایالات متحده در حمله احتمالی به ایران از پایگاه‌های خودش در امیرنشین‌ها استفاده بکنه. این رو من خیلی جدی نمی‌بینم. و این واقعیت که ایالات متحده قاطعانه گفته من پشت سر اسرائیل می‌ایستم. دلیل چهارم و پنجم که جنبه داخلی داره. چهارم این است که حکومت ایران می‌بینه که چطوری اقتصاد کشور داره فرو می‌ریزه. کشوری که وارد جنگ میشه یا دولتی که وارد جنگ میشه باید یک اقتصاد قوی داشته باشه. اسرائیل اقتصاد بسیار قوی داره که الان 6 ماهه که داره جنگ میکنه و آماده است که حزب الله رو در شمال سرکوب بکنه، تاسیسات اتمی حکومت ایران رو بمباران بکنه و امروز ایران در اوج بحران اقتصادی و در آستانه و شکستگی مطلق قرار گرفته. نشان دیگری که من میدم ممکنه که برای بعضی ها تعجب انگیز باشه و اون این است که سرکوب زنان ایران با این قانون نور، حجاب نور، هرچی که نور اسمش رو گذاشتن، از امروز آغاز شد. ببینید برای اینکه یک حکومتی وارد جنگ با یک کشور خارجی بشه باید لااقل از خشمناک کردن مردم خودش خودداری بکنه. اینها همه من رو به این نتیجه میرسونه که حمله حکومت ایران اگر موشکی و پهپادی باشه در حال علت دیگر هم همین راهزنی دریایی و توقیف کشتی است که حکومت میتونه ادعا بکنه که بله ما انتقاممون رو از اسرائیل گرفتیم، یک کشتی رو دزدیدیم و بردیم پیش خودمون. و یک دلیل دیگر هم این است که ادعا میکنن که ما در جنگ روانی توانستیم چنان ضربه‌ای به اسرائیل وارد بکنیم که نگرانی و دلهوره شدیدی در این کشور برقرار شده، بنابراین ما به هدف خودمون رسیدیم.